سلام میکنم خدمت همه عزیزای مارکت نیوبی. با آموزش تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس در خدمت شما هستم. توی جلسه میخوایم با هم راجع به تقویم های اقتصادی صحبت کنیم و نحوه استفاده از اونها در تحلیل های فاندامنتال خودمون رو بررسی کنیم. قبل از شروع فراموش نکنید که حتما ما رو سابسکرایب کنید تا در کنار خودتون داشته باشید. بریم سراغ آموزش امروز. سالی یک کنین درصد بین استفاده یاست مخصوص کسی که موی سیاه ایران رو داره. ایجه الماس بازار بورس استرالیا در یک در جلسات اول ما با هم راجع به تحلیل های فاندامنتال صحبت کردیم و گفتیم که تحلیل های فاندامنتال عملا تحلیل اقتصاد کشورهایی هست که ارز اونها رو مبادله میکنه. خب در تحلیل های فاندامنتال برای ما اهمیت بسیار زیادی داره که شاخص های اقتصادی یک کشور رو بدونیم. یکی از ابزارهای مفیدی که شاخص های اقتصادی کشورها رو در اختیار ما میذاره تقویم های اقتصادی هست. ما با استفاده از این تقویم ها میتونیم شاخص های کشورها رو به صورت منظم و دوره‌ای در اختیار خودمون داشته باشیم و با استفاده از اونها اقتصاد یک کشور رو بررسی کنیم و روند رشد افول اقتصادی اون کشورها رو بدونیم. بنابراین میتونیم ما پیشبینی اقتصاد کشورها رو در آینده برای خودمون داشته باشیم و بر این اساس هم تحلیل های فاندامنتال خودمون رو انجام بدیم. خب تقویم های اقتصادی در سایت های مختلفی برای ما در دسترس است. سه تا از بهترین این سایت ها سایت های فارکس فکتوری، افیکس استریت و اینوستینگ است. امروز میخوایم با هم این سه تا سایت رو بررسی کنیم، با تقویم اقتصادی اونها آشنا بشیم و نحوه استفاده از تقویم های اقتصادی رو بدونیم. در جلسات آتی کشورهای مختلف و تقویم‌های اقتصادی اونها رو با هم بررسی خواهیم کرد. خب بریم سراغ بررسی این سایت‌ها. قبل از ادامه خدمتتون عرض بکنم که برای دوستانی که مبتدی‌تر در بازار هستن، سایت فارکس فکتوری سایت مناسبی هست. برای دوستانی هم که در تحلیل‌های فاندامنتال اطلاعات کافی رو دارن، من سایت افیکس استریت رو پیشنهاد می‌کنم. این سایت نسبت به سایت فارکس فکتوری یه مقدار اطلاعات کامل‌تری نسبت به شاخص‌های اقتصادی برای ما داره. البته نکته اینجاست که سایت فارکس فکتوری هم برای ما شاخص‌ها رو به صورت کامل ارائه کرده، اما در سایت افیکس استریت شاخص‌ها رو به صورت جزئی تری ما در اختیار خودمون داریم. و بریم سراغ این که این سایت‌ها رو با هم بررسی بکنیم و ببینیم که چطور میتونیم از این سایت‌ها برای تحلیل فاندامنتال خودمون استفاده کنیم. خب اما بپردازیم به بررسی سایت‌هایی که تقویم‌ها رو برای ما ارائه می‌کنن. سایت اول ما سایت فارکس فکتوری هست. من این سایت رو برای دوستانی که مبتدی تر هستن پیشنهاد میکنم. خب توی این سایت که وارد میشین، نوار بالا قسمت کلندر رو که کلیک بکنین، تقویم برای شما نمایش داده میشه. قبل از هر کاری فراموش نکنید که برای همه تقویم ها در ابتدا ساعت تقویم رو با ساعت تایم زون خودتون مچ بکنید. برای این کار توی این سایت روی ساعت کلیک میکنین، این صفحه باز میشه، تنظیماتش رو انجام میدید و سیو رو میزنید. بعد از اینکه سیو کردیم مجدد قسمت کلندر رو کلیک میکنید تا تقویم برای شما بالا بیاد. خب اول از همه بپردازیم به اجزای این تقویم. در این قسمت ما تاریخ رو داریم که تاریخ ماه رو به ما نشون میده. این قسمت ساعت رو داریم که ساعت دقیق که شاخص در اون اعلام میشه رو برای ما نمایش میده. این قسمت ارزی رو داریم که شاخص بر روی اون تاثیر میذاره. اگر روی یک ارز تاثیرگذار باشه فقط اسم اون ارز رو نمیشه، اگر روی چند ارز تاثیرگذار باشه کلمه آن رو اینجا میبینید. در این قسمت میزان تأثیری که شاخص بر اون ارز ها داره رو برای ما نشون میده. معمولا با سه رنگ زرد، نارنجی و قرمز این رو نمایش میدن. رنگ زرد نشون دهنده تاثیر کم، نارنجی نشون دهنده تاثیر متوسط و قرمز نشون دهنده تاثیر زیاد در مارکت است. همینجا خدمتتون عرض بکنم که بعضی از شاخص‌ها درسته که تاثیراتشون تاثیرات زردرنگی هست، اما شاخص‌های بسیار مهمی برای ما هستن. حالا برای توضیح هر کدوم از شاخص‌های مربوط به کشورها من این رو براتون توضیح خواهم داد. خب در این قسمت هم توضیحات جزئیات شاخص برای ما نمایش داده میشه. روی هر کدوم از اینها که کلیک بکنید یک بخش مربوط به توضیحات شاخص، هم از منبعی که اون رو اعلام میکنه، نحوه اندازه‌گیری و غیره. بخش بعدی مربوط به تاریخچه اون شاخص هست که اعداد دوره‌های قبل اون شاخص رو برای ما نشون میده و در این قسمت هم اخبار مربوط به اون شاخص رو برای ما نمایش میده.
خب در اینجا هم سه تا عدد داریم، عدد دوره قبل شاخص، عدد پیشبینی شاخص و عدد دوره جدید یا حال حاضر شاخص. در پایان هم این قسمت گراف رو داریم که اگر روش کلیک بکنیم یک نموداری از شاخص در طول زمان برای ما نشون میده. اینها اعداد شاخص هست که تغییر کرد. به عنوان مثال اگر که نمودار مربوط به جی دی پی رو باز بکنیم میبینیم که در دوره های گذشته یک روند تقریبا نزولی رو داشته. در هر تقویم هم دو نوع فیلتر داریم. فیلتر اول مربوط به دوره‌ای هست که تقویم در اون نمایش داده میشه. اگر که اینجا کلیک بکنید میتونید این تاریخ‌ها رو برای خودتون ست بکنید. به عنوان نمونه از 1 اکتبر تا 31 اکتبر اپلای بکنید، تقویم براتون در اون تاریخ ست میشه. فیلتر دوم هم در این قسمت هست. کلیک بکنید سه دسته از فیلترها رو ما داریم. فیلتر اول مربوط به تأثیری هست که شاخص‌ها در بازار می‌ذارن. بر اساس رنگ‌هایی که خدمتتون توضیح دادم، رنگ سفید هم یعنی شاخص تأثیری در بازار برای ما نداره یا شاخص غیر اقتصادی است. در این قسمت شما میتونید فیلترهای مربوط به دسته‌بندی‌های بخش‌های اقتصادی رو داشته باشید، مثل بخش تورم، بخش اشتغال، بخش اوراق قرضه و غیره. و در این قسمت هم میتونید فیلترهای مربوط به ارزها رو داشته باشید، یعنی که کدوم ارز رو می‌خواید شاخصاشو بررسی کنید. به عنوان مثال اگر بخواید آمریکا رو بررسی بکنید، اینجا فقط USD رو کلیک میکنید و اپلای کنید، اخبار آمریکا برای شما نمایش داده میشه. اما ببینیم که این اعداد سگانه، یعنی عدد حقیقی، عدد پیشبینی و عدد دوره قبل چی هست. خب زمانی که شاخص اعلام نشده، عدد حقیقی برای ما وجود نداره. عدد دوره قبل ما نشون میده که شاخص در دوره قبلی چه مقداری رو داشته. عدد پیشبینی هم نشون میده که شاخص احتمالاً در این دوره چه عددی خواهد بود. خب به عنوان مثال اینجا شاخص فروش مسکن جدید در آمریکا رو داریم. در دوره قبلی 1011 بوده، در این دوره پیشبینی کردن که 1025 باشه. خب ما باید منتظر بمونیم تا عدد حقیقی ما اعلام بشه. زمانی که عدد اعلام میشه سه حالت میتونه داشته باشه. یا باعث تضعیف اون اقتصاد بشه که رنگش قرمز خواهد بود، یا باعث تقویت اون اقتصاد بشه که رنگش سبز خواهد بود، یا اینکه تأثیری در اقتصاد نداشته باشه که رنگش مشکی خواهد بود. خب این رنگ‌ها بر چه اساسی برای ما اعلام میشن؟ این نکته بسیار اساسی هست در تقویم. بر اساس اختلاف عدد حقیقی با عدد پیشبینی. پس با دوره قبل کاری نداریم. یعنی عدد حقیقی ما هرچی بود، باید با عدد پیشبینی اون رو مقایسه بکنیم. زمانی که نسبت به پیشبینی تأثیر تضعیف کننده در اقتصاد داشته باشه قرمز خواهد بود، مثل اینجا. زمانی که تأثیر مثبت یا تقویت کننده در اقتصاد داشته باشه سبز خواهد بود، و زمانی هم که تأثیری نداشته باشه مشکی خواهد بود. خب ببینید مثلا در اینجا 53.5 پیشبینی بوده و 53.3 اومده، تقریبا همون مقدار رو داره و بنابراین تأثیری در اقتصاد نخواهد داشت. خب اما در اینجا عدد ما 6.2 هست که عدد حقیقی ما 6.54 اومده، بیشتر از پیشبینی هست و تأثیرش در اقتصاد مثبت و بنابراین رنگش سبز رنگ. در اینجا هم مجدد 8 بوده اما نسبت به پیشبینی کمتر اومده، یعنی 7 اومده و تأثیر تضعیف کننده در اقتصاد خواهد داشت. خب تحلیل فاندامنتال ما در مرحله اول بر اساس همین رنگ ها خواهد بود، یعنی اینکه زمانی که شما رنگ قرمز رو می‌بینید یعنی ارز ما تضعیف خواهد شد، رنگ سبز یعنی اینکه ارز ما تقویت خواهد شد، و رنگ مشکی یعنی اینکه تأثیر در ارز ما نخواهد داشت. اما این تأثیرها تأثیرات عمدتاً کوتاه مدت‌تری در بازار هست، یعنی که در چند ساعت اول تأثیر خودشون رو دارن و تأثیر خودشون رو بعد از اون از دست خواهند داد. به عنوان نمونه اینجا که شاخص من قرمز هست، یعنی که در ساعت 5:30 ارز من تضعیف خواهد شد. اینجا که شاخص من مشکی هست، یعنی که در ساعت 6 که این خبر اعلام شده ارز من تأثیری از این خبر در بازار نخواهد داشت. اینجا که شاخص من سبز هست، یعنی در ساعت 5:00 ارز من بر اساس این شاخص در بازار تقویت خواهد شد. خب اما استفاده دوم ما از تقویم های اقتصادی مقایسه بین اعداد واقعی و اعداد دوره قبل هست. ما بر اساس این مقایسه میتونیم که روندهای تغییرات یک شاخص رو در نظر بگیریم. به عنوان نمونه
این شاخص رو در نظر بگیرید، شاخص مربوط به خدمات آمریکاست. من گراف رو باز بکنم. ببینید در طول تاریخ شاخص یه مقدار تقویتی بوده، بعد از اون تضعیف شده و در یک دوره بسیار تضعیف شده. بعد از اون شروع کرده به تقویت. بنابراین تا قبل از اینکه این شاخص اعلام بشه ما میدونستیم که شاخص در حالت تقویت هست. خب من این رو ببندم. خب عدد شاخص من 54.6 هست. زمانی که عدد حقیقی من اعلام میشه بر اساس اینکه میدونم شاخص من در حال تقویت هست، اگر که ببینم عدد جدید من نسبت به عدد دوره قبلی من افزایش پیدا کرده، یعنی اینکه این روند رو به رشد خودش رو همچنان حفظ کرده، بنابراین در بلند مدت برای اقتصاد من میتونه تأثیر مثبت داشته باشه. اما اگر که ببینم از عدد دوره قبل من کمتر بوده یا مساوی عدد دوره قبل من بوده، میتونم این پیشبینی رو انجام بدم که روند رو به رشد من یا پایان یافته یا در حال استراحت است. بنابراین با مقایسه عدد دوره جدید و عدد دوره قبلی ما میتونیم روندهای بلند مدت رو در نظر بگیریم. اما باید توجه داشته باشیم که تأثیرات این مقایسه در بازار تأثیراتی هست که عمدتاً بلند مدت تر هست. خب مثال دیگه ای رو با هم حل کنیم. این شاخص مربوط به درآمد افراد هست. در دوره قبلی خودش 1.5% بوده. پیشبینی که انجام شده این هست که 0.7% باشه، یعنی نسبت به دوره قبلی خودش کمتر باشه. بنابراین در اینجا پیشبینی ما نسبت به دوره قبل خودش اثر تضعیف کننده در اقتصاد ما خواهد داشت. اما عددی که اعلام شده 1 هست. یعنی نسبت به پیشبینی ما عدد بیشتری هست. بنابراین سبز رنگ خواهد بود و تأثیر تقویت کننده در اون ارز رو خواهد داشت. اما در اینجا یک نکته حائز اهمیت هست، اون هم این هستش که عدد حقیقی ما نسبت به عدد دوره قبل همچنان پایین تر هست. بنابراین من باید روند این رو چک بکنم. خب یک روند رو به رشد داشتیم، بعد از اون یک روند رو به کاهش داریم. بنابراین در بلند مدت تأثیر این روند رو به کاهشی رو در اقتصاد خودمون خواهیم داشت و در ارز خودمون خواهیم داشت. اما در کوتاه مدت به دلیل اینکه نسبت به پیشبینی ما عدد ما بهتر بوده، تأثیر تقویت کننده در ارز ما خواهد داشت. بنابراین به این نکته توجه بکنید که علارغم اینکه تأثیرات کوتاه مدت ما بر اساس اعداد پیشبینی و اعداد حقیقی هست، اما تأثیرات بلند مدت ما بر اساس اعداد واقعی و مقایسه اون با عدد دوره قبلی هست. بنابراین برای روندهای بلند مدت از بررسی بین عدد واقعی و عدد دوره قبل استفاده می‌کنیم و برای نوسانات کوتاه مدت از بررسی عدد واقعی و عدد پیشبینی استفاده می‌کنیم. خب عمده دوستان فاندامنتال کار از مقایسه بین عدد پیشبینی و عدد واقعی و نوسانات اون در بازار استفاده میکنن. مقایسه بین عدد حقیقی و عدد دوره قبل برای روندهای بسیار بلند مدت تر مثل چندی ماهه هست. بنابراین برای دوستانی که پوزیشن های کوتاه مدت تر در بازار دارن، توصیه من این هست که از مقایسه عدد واقعی و عدد پیشبینی استفاده کنن. اما در جلسات بعدی ما مثال های بیشتری از تأثیرات شاخص ها و اعداد اونا و نحوه مطالعه این اعداد خواهیم زد. امروز به همینجا اکتفا میکنیم و ادامه میدیم با بررسی یک تقویم دیگه و یک سایت دیگه. خب سایت دومی که به بررسی اون میپردازیم سایت FX Street هست. در این سایت هم مجدد بخش اکانومی کلندر رو کلیک میکنید. خب قبل از شروع ساعت خودتون رو در این قسمت ست میکنید. مجدد در این تقویم هم همون اجزا رو داریم. یعنی زمان ما، تاریخ ماه ما، شاخص ما، کشوری که شاخص مربوط به اون هست، ارزی که شاخص در اون تأثیر میذاره، خود شاخص، تأثیر شاخص که برای ما اینجا مجدد با رنگ‌های زرد، نارنجی و قرمز نمایش داده شده، رنگ سفید هم یعنی تأثیری در بازار نداره. عدد حقیقی ما، عدد پیشبینی ما و عدد دوره قبل. اینجا هم مجدد میتونید گراف مربوط به شاخص رو داشته باشید. اما در این تقویم ما یک جزء دیگه ای داریم که در تقویم فارکس فکتوری وجود نداشت. اون هم عدد دیویشن هست. این عدد برای ما نشون میده که شاخصی که اعلام شده نسبت به پیشبینی چقدر تفاوت داشت. زمانی که این عدد نزدیک به 2 یا بیشتر از 2 باشه، یعنی تأثیر ما از اون شاخص در بازار تأثیر شدیدتری خواهد. نکته دیگه در مورد این تقویم این هست که کشوری که اون شاخص در اون اعلام میشه با ارزی که اون شاخص درش تأثیر میذاره میتونه متفاوت باشه. به عنوان نمونه اینجا کشور چین هست و ارز یوان چین. اما در این قسمت کشور آلمان هست اما ارز
تاثیرپذیر از اون یورو هست. بنابراین توجه داشته باشین که تاثیرات شاخص بر ارزی هست که اینجا نوشته شده، نه کشوری که در اینجا داریم. خب در این قسمت هم فیلترهای مربوط به دوره تقویم، فیلترهای مربوط به اثر شاخص، کشوری که شاخص در اون اعلام میشه و دسته‌بندی‌های اقتصادی رو داریم. در این قسمت هم شما میتونید ادوانس فیلتر رو کلیک بکنید و فیلتر خودتون رو تنظیم بکنید. اگر که سیو رو بزنید برای شما در قسمت مای فیلترز سیو خواهد شد. اما برای اینکه به اطلاعات بیشتری در مورد شاخص‌ها در این سایت دسترسی داشته باشین، شما میتونید روی شاخص کلیک بکنید. توضیحات شاخص در اینجا خواهد بود. و اگر که اطلاعات بیشتری نیاز دارید، مجدد روی گراف میتونید کلیک بکنید. در صفحه‌ای که برای شما باز میشه، هم میتونید گراف رو داشته باشین و همین که اعداد دوره‌های گذشته شاخص. خب اما بپردازیم به سایت دیگه و تقویم بعدیمون. سایت بعدی ما سایت اینوستینگ هست. در قسمت تولز اکانومی کلندر رو کلیک بکنید، تقویم اقتصادی برای شما نمایش داده میشه. خب مجدد در این تقویم هم همون اجزا رو داریم، یعنی زمان، تاریخ، کشور و ارزی که در اون تاثیر میذاره، تأثیری که در اون ارز داره، شاخص ما، اعداد حقیقی، پیشبینی و دوره گذشته. در این قسمت بالا هم شما میتونید فیلترهای دوره‌های زمانی تقویم رو تنظیم بکنید و در این قسمت هم فیلترهای دیگه مربوط به کشورها، دسته‌بندی اقتصادی، تأثیر و در نهایت اپلای بکنید، فیلترها برای شما اعمال میشه. در این قسمت هم مجدد میتونید تایم زون رو انتخاب بکنید و ساعت تقویم رو با ساعت کشور خودتون ست بکنید. خب مجدد یک جمع‌بندی با هم داشته باشیم. بنابراین گفتیم که در تقویم 3 عدد داریم، عدد دوره قبل، پیشبینی و عدد حقیقی. ما این اعداد رو بررسی باید بکنیم برای داشتن روندهای بلند مدت. عدد حقیقی رو با عدد دوره قبل بررسی خواهیم کرد و برای داشتن تاثیرات کوتاه مدت‌تر در بازار، عدد حقیقی رو نسبت به عدد پیشبینی بررسی می‌کنیم. برای اینکه این مفهوم برای شما بهتر جا بیفته، اجازه بدین که یک مثال با هم داشته باشیم. فرض بکنید که شما یک جنسی رو میخواید بفروشید. قیمت اون جنس رو دولت برای شما تعیین میکنه. آخرین باری که اون جنس رو فروختین قیمتش بوده 100,000 تومان، یعنی عدد دوره قبل شما. بر اساس تورم پیش بینی میکنید که قیمت جنس شما توسط دولت این بار 200,000 تومان اعلام بشه. بنابراین شما سودتون دو برابر خواهد. این عدد یعنی عدد پیش بینی ما. زمانی که دولت قیمت مصوب رو برای شما اعلام میکنه، شما این قیمت رو ابتدا با پیشبینی که کردین مقایسه میکنید. به عنوان مثال اگر که نرخ جدید 300,000 تومان باشه، یعنی نسبت به پیشبینی که انجام دادین یک نرخ بهتری بوده، بنابراین روند سوددهی شما بهتر خواهد بود، بنابراین وضعیت شما تقویت خواهد شد. این عددی که دولت برای ما اعلام میکنه عدد دوره جدید هست. حالا فرض کنید به جای 300,000 تومان همون 200,000 تومان نرخ جدید باشه. بنابراین شما نسبت به پیشبینی که انجام دادین تغییر در نرخ ندارین و سوددهی شما مثل سوددهی هست که بر اساس پیشبینی انجام داد. بنابراین وضعیت اقتصادی شما از قبل مقایسه عدد حقیقی و عدد پیشبینیتون تغییری نمیکنه. اما به این دلیل که عدد حقیقی شما نسبت به دوره قبلی یک عدد بیشتری هست، شما به هر حال سود خواهید کرد. حالا فرض بکنید که پیشبینی شما همون 200,000 تومان هست و نرخ مصوب دولت 50,000 تومان هست. بنابراین هم نسبت به پیشبینی عدد شما منفی خواهد بود و هم نسبت به دوره قبل. بنابراین شما نه تنها سود نخواهید کرد، بلکه ضرر بسیار زیادی رو هم خواهید داشت، چرا که نسبت به پیش بینی و نسبت به دوره قبل عددشون بسیار پایین‌تر است. حالا فرض بکنید که عدد پیش بینی شما همون 200,000 تومان هست، اما نرخ جدید دولت 150,000 تومان هست. بنابراین در ابتدا به خاطر اینکه نسبت به پیش بینی سودی رو کسب نکردیم و نسبت به پیشبینی ضرر هم کردین، یعنی نسبت به پیشبینی این بار شما 150,000 تومان محصول خودتون رو فروختین، بنابراین سود شما نسبت به سودی که پیشبینی کردین کمتر خواهد بود. بنابراین در کوتاه مدت موجب تضعیف شما خواهد شد. اما با توجه به اینکه نسبت به دوره گذشته عدد شما بیشتر هست، بنابراین نسبت به دوره گذشته مجدد سود کردین، یعنی از 100,000 تومان دوره گذشته بار 150,000 تومان فروش داشتین. بنابراین یک روند رو به رشدی رو دارین. حالا فرض بکنید که پیشبینی شما 50,000 تومان هست، یعنی عدد دوره گذشته شما 100,000 تومان، این بار پیشبینی کردین که نرخ 50,000 تومان باشه و حالا نرخ 75,000 تومان اعلام شده. بنابراین نسبت به پیشبینی که انجام دادین سودی رو کسب خواهید کرد، چون که از 50,000 تومان عدد دوره جدید شما بیشتر است. اما نسبت به دوره قبل اون شما ضرر خواهید کرد،
چرا که نسبت به 100 هزار تومان این عدد برای ما کمتر است. تأثیری که شما نسبت به پیش بینیتون دارید تأثیرات کوتاه مدت، اما در بلند مدت اگر بخواید سوددهی خودتون رو بررسی بکنید، به خاطر اینکه نسبت به دوره قبلیتون سوددهی شما کمتر بوده، بنابراین یک روند نزولی از لحاظ سوددهی خواهید داشت. این مثال دقیقا همون اتفاقی هست که در تحریم‌های اقتصادی برای ما میفته. من آخرین مثالی که برای شما زدم رو روی نمودار براتون نمایش بدم. بنابراین گفتیم که عدد دوره قبل من 100 هزار تومان، عدد پیش بینی من 50 هزار تومان و عدد جدید من 75 هزار تومان هست. خب از مقایسه عدد حقیقی و عدد پیش بینی، یعنی 75 هزار تومان و 50 هزار تومان، یک روند رو به رشد رو خواهیم داشت که اینجا این خط آبی رو می‌بینید. اما از مقایسه عدد حقیقی و عدد دوره قبل، یعنی 75 هزار تومان و 100 هزار تومان، یک روند بلند مدت نزولی رو خواهیم داشت. من شکل رو بیارم عقب. در اینجا این روند بلند مدت من نزولی هست و روند کوتاه مدت من سعودی. یعنی من در کوتاه مدت بر اساس پیشبینی سود داشتم، اما در بلند مدت یک روند نزولی رو شاهد هستم. در اینجا نموداری که مشاهده میکنید نمودار پوند انگلیس به دلار آمریکا هست. در اینجا هم به همین صورت هست. یعنی روند کوتاه مدت اقتصاد، خط آبی ما، یک روند رو به رشد هست، اما روند بلند مدت اقتصادی یک روند نزولی هست. برابر این همین تأثیر رو در ارزها خواهد داشت. عادتا تحلیل های بازار به همین سادگی نیست که اعداد رو نسبت به دوره های قبل مقایسه بکنیم و روند های بلند مدت و کوتاه مدت رو به دست بیاریم. خب اما برگردیم به تقویم اقتصادیمون. برای اینکه ما بتونیم از تقویم های اقتصادی به خوبی برای تحلیل های خودمون استفاده بکنیم، نکات بسیار زیادتر و عمیق تری در بازار هست که در جلسات آتی در آموزش‌های بعدی خدمتتون عرض خواهیم کرد. تا همینجا فقط این نکته در نظر بگیرید که نوسانات بازار عمدتاً بر مبنای تفاوت عدد واقعی و عدد پیشبینی خواهد بود. بنابراین ما برای تحلیل‌های خصوصاً کوتاه مدت خودمون تفاوت عدد حقیقی و عدد دوره گذشته رو در نظر نمی‌گیریم. خب امیدوارم که از ویدیو امروز هم لذت کافی رو برده باشین. فراموش نکنید که همیشه می‌تونید سوالات خودتون رو توی کامنت از ما بپرسید. من حتما به اونها پاسخ خواهم داد. به اضافه اینکه لایک ویدیو فراموش نشه و همینطور اگر پیشنهاد یا انتقاداتی برای ما دارین حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید. پیشنهاد و انتقادات شما باعث میشه که ما ویدیوهای بهتری برای شما بتونیم ارائه بکنیم. از اینکه امروز هم همراه ما بودین ازتون تشکر. اگه میخواید تجربه متفاوت از مشاهده ویدیوهای کلی یوتیوب مارکت نیو داشته باشید، اگه میخواید از تازه ترین خبرها، تفسیرها، تصمیمات اداره خزانه داری آمریکا، تاثیراتش بر روی نرخ ارز، شاخص طلا و و و خبر داشته باشید، و اگرم میخواید یه نگاهی هم به بعضی خرید و فروش های ما داشته باشید، به کانال خصوصی یوتیوب مارکت نیو بپیوندید. کافی این دکمه جوین رو بزنید و با نازل‌ترین قیمت به کلیپ خصوصی ما بپیوندید. همه چیز هم یوتیوب براتون هندل میکنه. لینک ویدیویی که توضیح میده که کلیپ خصوصی یوتیوب مارکت نیو چی هست رو این بالا میذارم. اون ویدیو رو ببینید حتما، قشنگ مفصلا توضیح دادم که این کلیپ خصوصی چی هست، چه لولی داره، چه خدماتی ارائه میده. اگه بازم سوال دارید پای همین ویدیو به صورت کامنت بپرسید، حتما بچه‌ها کامنت‌های شما جواب میدن. کلیپ خصوصی مارکت نیو در انتظار شماست.